دوستان عزیز، موشه ایساخان هستم. تپیلار ادامه میدیم، میرسیم به راههای 16 هم توی لخش که اسمش هست قبال تپیلا، قبول شدن تپیلا، شمقلنو که بهش ایسکای مرکزی هم میگن، که از هشه میخواییم دعایی که تا حالا خوندیم، درخواستایی که کردیم مورد قبول هشم قرار بگیره و روی اونم به راخا میخونیم. داوید همله نوشته شده از نواده های لوت بوده. لوت کی بوده؟ یه آدم لوت و الواتی اسمش به خودشه، پسر برادر ابراهام آوینو بوده که وقتی از هم جدا میشن، ابراهام اینو با این نمیتونه زندگی کنه، میگه تو هر جا میخوای برو، راست چپ، ولی من حواسم به تو هست. شهر سدوم اون شهری که پر از خرابی و اینا بوده، آدمای ناباب درش فراوان بودن، برای خودش برای زندگی اونجا انتخاب میکنه و میره و براش مسائلی پیش میاد. داوید همله میگه چیه؟ احساس میکنه که چون جدش میخوره به لوت و حتی ماشیخ هم از لوت میاد، چیز عجیب غریبه که یه موقع با بعدن شاید توضیح بدیم در مورد قسمتی که برمورد ماشیخ صحبت میکنیم. احساس کرد داوید هملق که زندگیشو اصلا مدیون تپیلای ابراهام آوینو هست، ابراهیم پدر قوم یهود، همونجور که میگه و انی تپیلا، میگه اصلا ذات من، وجود من چی؟ اصلا من تپیلا هست. چرا؟ برای اینکه اگر لوط نبود از بین میرفت، ابراهام نمیرفت اونو نجات بده در مسئله که پیش اومده بود، خب داوید هملق هم نبود. بنابراین داوید هملق میخواد چیکار کنه؟ اینجا تپیلا بخونه، از هشم تشکر کنه. و خود کلن تپیلا بارها گفتیم از لغت تافل میاد، یعنی به هم پیوستن. تپیلا رکونی نیست، تعلیم نیست. تعلیم انسان حتی اگر همین جوری هم بخونه رکونی، معنیش هم نفهمه، قدرت خودش رو داره. ولی تپیلا یعنی با کوانا، با نیت، التماس کردن. این یه مقدار اینجا باز میکنیم، در این قسمت شما قولنو بیشتر روش مرور میکنیم. این بهش میگن ایسکای مرکزی و تو شورخانروخ میاره که تو هر قسمت تپیلا، مثلا وقتی میگیم رفاینو، خداوند شفا بده ما را، اگر مریضی داره اونجا میتونه تپیلایی که مشابه است در مورد شفا هست بخونه. وقتی میام قسمت بار خالنو یا بار خنو که در مورد پرناسا، رزق و روزی صحبت میکنیم، اگر کسی درخواستی در این مورد داره اونجا میتونه اینو انجام بده. ولی شمقولنو، این برخای 16 همی تو سیدور اگر نگاه کنید وسطش اونجا نوشته هر کس هر درخواستی داره به هر زبونی، فارسی، عبری، انگلیسی، حتی ماشینش خراب شده دنبال یه مکانیک خوب میگرده، بگه خداوند من سعی خودم میکنم، ولی برخای تو یه مکانیک خوب، آدم ناباب گیرم نیاد که بتونم مثلا ماشینم رو درست کنم، یا بیماری داره، مشکلی داره، کورتی داره، هر چیزی داره، با زبون خودش با خدا راز و نیاز کنه و درخواستش رو بگین. بهش میگن ایسکای مرکزی، شمقولنو، و خیلی مهمه. میگه شروع میشه اینجوری، شمقولنو هشم الوکنو، میگه بشنو صدای ما رو، نمیگه بشنو دعای ما رو. صدا چی هست؟ صدا اینجا توضیح میده خیلی قشنگ. صدا وقتی مثلا موشه ربنو تو رو میفرماد گریه میکرد، صدای یک ملت در گریه او شنیده میشد، همراه بود باهاش. و از وقتا انسان مثلا سفره دلش رو باز میکنه، دادم میزنه، ولی دادرسی نیست، کسی بهش نمیرسه، ظلمایی که میشه یا درخواست هایی که داره کسی اصلا اعتنایی بهش نمی کنه. ولی یه موقع یه نفر از روی قول، از روی صدای یه نفر، حتی درخواستی هم نکرده، چون از درونش میاد، صدای گریه هست، صدای التماس، حتی از صورت طرف پانیمش میتونه طرف رو در کنه، حتی درخواستی هم نکرده، حتی قبل از این که بخواد صحبت کنه از روی صداش متوجه دردش بشه. پس قول، صدا، اون از درون انسان میاد. کلمه ممکنه صحبت بکنه ولی بی جون باشه. بنابراین توی تفیلا توی میخونیم توی تورا که وقتی که یعقوب آوینو داره میره که ازدواج کنه و خاندان یهود رو به وجود بیاره،
میگه سولام یک نبردبونی میبینه که فرشته‌ها دارن ازش بالا و پایین میرن. موضوع چیه؟ میگه سولام اگر شماره عددیش رو جمع بزنیم 136 میشه برابر لغت قول، یعنی صدا، ویس، که به ما یاد میده که تفیلای انسان وقتی که صمیمانه هست، با کبانا هست، با خلوص نیت التماس میکنه، یک نبردوانی میشه که میتونه بالا بره به درجه عرش اعلا برسه، همونجور که فرشته ها میرفتن کجا؟ بالا در تفیلای یعقوب آوینو. یعنی این صدا هست که از درون انسان میاد، صدای گریه هست، صدای درخواست و التماس هست، اون مهمه برای هشم. میگه شما قولینو، میگه بشنو صدای ما رو، نه که فقط بشنو کلام ما. کلام ممکنه همینجوری بگه اتوماتیکی ماشینوار. درد و انسان گفتیم در صدا میتونه بشنوه. و همچنین قولینو اشاره به فقط صدا نمیکنه، شما توی لخش همچنین که میدونید آروم، حتی بعضی گوش خودش هم متوجه نمیشه، برای که نمیخوایم بلند بگیم که مزاحم طرف بغلی بشیم، بلکه اشاره به این میکنه که انسان اینقدر مثلا دردمند، ناراحت، پریشونه و این حتی نمیتونه خودش اونجوری که هست بیان کنه. بگیم خداوند و این صدای درد و رنج منو بشنست و اینکه با صمیمانه وجود خودشو مثل یک آب قلبشو باز میکنه میریزه، اون موقع خداوند چیکار میکنه؟ دعا و تفیلاشو قبول میکنه. همونجور که نوشته شده تو تعلیم میگه آخن شاما الوکیم هیخشیب به قول تفیلاتی، میگه در حقیقت هشم شنید منو و چی توجه کرد؟ به صدای تفیلای من. میگه به قول تفیلات، نه فقط توجه کرد به تفیلای من، بلکه به صدای تفیلای من. کلمات نبود، بلکه اون ساند، اون صدا که مثل یک فقیر، حالا توضیح میدیم جلوتر، التماس میکنه برای یه تیکه نون و در مرابر کسی که میگه در تو رو من نبند و مرا ایگنور، نادیده نگیر. این خیلی مهمه. ادامه میدیم، میریم جلوتر. میگه شعلا هقادوش از اینجا میاره که تفیلایی که انسان بخونه صمیمانه اون مؤثره. میگه حتی اگر انسان نتونه گریه کنه، چون شمقولنو یعنی بشنو صدای ما، اشاره میکنه به صدای گریه. انسان باید حتی به حالت صدای گریه، حالا نمیخواد گریه هم گریهش نمیاد بعضی وقتا، چون اولا که کلا گفتیم باید انسان خداوند رو با شادی عبادت کنه، جای خودش داره، ولی وقتی به این قسمت شما قول نو یا درخواست ها میرسه، مثل یه فقیر انسان با باشه که رفته در خونه یه نفر در میزنه، میگه دست خالی منو بر نگردون از حضورت، در رو من نبند، من نادیده نگیر. میگه حتی اگر نمیتونه با صدای گریه وار این قسمت های تفیلا رو بخونه که خداوند تفیلاشو قبول بکنه. و ابن ازرا یکی از مفسرین میاره که وقتی که انسان تفیلا میخونه و اشک میریزه، اون موقع مثل داروی هست که یک دکتر ماهر به انسان داده. یعنی اگر فقط دوای خالی باشه و دکتر ننوشته باشه، به اون صورت اثر نداره. یه دکتر خوبم باشه ولی دارو نده، خب فایده نداره. ولی دکتر خوب و دارو، یعنی وقتی انسان تفیلا میخونه و اشک میریزه، هر دو اینها با هم مؤثر هست. و میگه از زمانی که به تمیزداش خراب شده، نوشته شده که تمام دروازه های تفیلا بسته شدن، قفل شدن، ولی دروازه های گریه اینا بازن. من سوال میکنن اگر دروازه بازه، اصلا چرا اصلا احتیاج که داره بسته باشه؟ یا اصلا چرا دروازه احتیاج داره اگر همیشه بازه؟ دروازه های عشق اشاره به چی میکنه؟ میگه اشکی که از روی یأس و ناامیدیه، اون به درگاه هشم نمیرسه. ما در مورد گریه‌ای داریم صحبت میکنیم که انسان مصممه، مثبته،
و داره احساس میکنه همانند یک فقیری به سوی خداوند، اربابش، کسی که میتونه کمکش کنه، درخواست میکنه. این خیلی مهمه که انسان هیچ وقت از روی دیپرشن و افسردگی و ناامیدی تفیلا نکنه، بلکه مثبت، پازیتیو، حالا اشک هم میریزه، اشکی است که از روی یأس و ناامیدی نیست. و بخی خیلی قشنگ، یعنی گریه میشه لغتش همون شماره عددیش لب، قلب. چرا؟ برای اینکه اشکی که انسان زمان تفیلا میریزه، یا صدای، حتی اگه اشک هم نمیتونه بریزه، ولی صدای گریه با درخواست و التماس تفیلا میخونه، این نشونگر اینه که از قلب داره میاد. گریه یعنی چی؟ یعنی صدای قلب. اگه این نفر اشک نریزه، یعنی یا صدای گریه نخونه، خب قلبش رو بیدار نکرده. این یه دلیل. و همچنین لغت دیم آ، عشق، اینها میشه امیدا، یعنی ایستادن. تفیلایی که ما میخونیم لفظ اسمش امیدا هم هست، که ایستاده جلوی خداوند. و میگه انسان تفیلایی که میخونه در لخش، در امیدا، نشونگر ناامیدی و یأس و اینا نیست، بلکه باید از ته قلب، از وجودش باشه، مثل که داره قلبش رو باز میکنه و برای هشم. این تفیلا دست خالی بر نمیگرده. و اگر تفیلایی که ماشینوار، توتیوار، همینجوری عادتی انسان بخونه، به اون صورت ارزشی نداره. ما که وقت میذاریم نیم ساعت، یک ساعت، یا در لخش 5 دقیقه، 10 دقیقه، اینو سعی کنه انسان، مخصوصا این تفیلای 16 همی، برخای 16 همی که شم مقولنو هست، اسمای مرکزیه، یه مقدار انسان توجه و تمرکز بیشتری کنه، با صدای گریه بکنه. قسمت وسط گفتیم هر درخواستی داره، به هر زبونی میتونه از هشم بخواد. و میگیم آب آرخمان، یعنی پدر رحمان، پدری که رحم میکنه. ما داریم التماس میکنیم و پدرم رحیمه، بخشنده هست. چون که ما ماشینوار رو نمیخونیم، توتیوار نمیخونیم، با التماس میخونیم، پدرم به ما چی کار میکنه؟ رحم میکنه. و باید انسان درخواست کنه برای رحم خداوند و نگه که من مثلا خدای نکرده روسیه هم یا منفی فکر کنه، نه، بلکه باید مثبت فکر کنه و خودش رو خدای نکرده اینجا راشا و ظالم و اینا قلمداد نکنه. چون بعضی ایرانی ها یه مقدار میگه آقا من پیش خدا روسیه هم، من کیم، من که بخوام برای هشم تفیلا بخونم. نه، اینا چیزای منفی هست. خداوند میخواد که همه براش تفیلا بخونن. پس یکی این که باید التماس باشه، و دوم این که خودشو راشا و ظالم قلمداد نکنه. و اینها با هم دیگه میرن. میگه کسی که فکر میکنه آدم راشا و شروریه و شایسته نیست، اصلا میگه چرا من تفیلا بخونم، و این ناامیدن، و اون موقع تفیلاش رد میشه خدای نکرده. ولی کسی که یک سلف ایمیج، یک شکل قشنگ سالم از وجود خودش داره و میدونه که میخواد نزدیک بشه به خداوند، میخواد التماس کنه به خداوند، میدونه خداوند پدر رحیم، صداشو گوش میکنه، تفیلاشو گوش میکنه، و هشم ادامه میده که اونو دوست داشته باشه، همونند یک پدر مادر که فرزندشو دوست دارن، بنابراین اون مورد قبول هشم قرار میگیره. پس هم باید به صورت التماس باشه دعایی که ما میخونیم، نه که یه نفر گستاخانه آقا من اینو میخوام، اونو میخوام، به من پول بده، سلامتی بده، نه، بلکه اشک بریزه، صدای گریه، درخواست کنه، التماس کنه، مثل یه فقیر یه تیکه نون طلب میکنه. خیلی قشنگ اینجا داوید همه میاره، اون موقع خداوند تفیلاشو قبول میکنه. واقعا یه بار ربله به ایساق بردچیب که وکیل مدافع اسرائیل بوده و همیشه خوبیای این ملت رو میگفته و نکات مثبت رو میدیده و از اون به نفع اسرائیل استفاده میکرده، یه بار میبینه یه نفر تو کنیسا داره همینجور مامبل، همینجور تفیلای توتیوار، ماشینواری، پشت سر هم میخونه، اصلا بدون که بخواد درک کنه هیچی. ربای هم میره جلوش و اونم همینجور مامبل میکنه، یه چیز همینجوری از دهانش در میاره،
طرف میگه ربای میبخشید من نفهمیدم کلمات شما اونجا که صحبت کردین منظورتون چی بود، خیلی تند گفتید. میگه اگر اینجوریه پس تو چگونه همینجوری تند 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 میخونی و اصلا کلمات مشخص نیست، چجور توقع داری که خداوند تفیلای تو رو بفهمه، گوش کنه و جواب بده؟ مرد جواب میده، میگه وقتی که شما یه بچه کوچیک تازه به دنیا اومده اینفنت گریه میکنه، آیا میفهمی داره چی میگه؟ اصلا همینجور داره اونقدر گریه 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 میکنه، ولی مادر میدونه بچه الان چی میخواد، آیا درد داره، شیر میخواد، آیا باید دایپر اون قنداقش رو عوض کنن. خدا هم که پدر ما هست درسته من دارم داد 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 میخوام، ولی اون میدونه من دقیقا چی میخوام. ربل ویسخاگ اینجا قانع شد، ببین خداوند داره چه انسانهای خوبی داری، حتی وقتی هم که مثلا این گونه تفیلا میخونن مامبل میکنن و داد داد اصلا نمیدونن چی دارن میگنن، ولی ته قلبشون ایمان به تو دارن که تو مثل یک بچه کوچیک تفیلاشون رو میفهمی. یعنی چقدر مثبت به همه موضوع نگاه میکرد، ولی خب جای خودش داره که انسان تفیلایی که میخونه کلمه به کلمه با التماس اینا رو انجام بده. و همچنین خیدوشه هاریم یکی از مفسرین خیلی قشنگ توضیح میده، یک چیزی هست به اسم اوسر متنت فینام، یعنی گنجینه هدیه‌ای که به صورت افتخاری رایگان خداوند به انسان میده که بی نهایت خوبی هست اونجا. ولی انسان چگونه میتونه تپ کنه یا برسه دسترسی پیدا کنه به این گنجینه که بی نهایت خوبی درش هست؟ میگه وقتی که انسان تفیلایی که بخونه سینسیر صمیمانه باشه و نگه خدا بده کار به من، مدیونه به من، من آفریده باید همه چیز، نه هیچ مدیون ما نیست، هیچ بدهکاری هم به ما نداره، اوز از ناتینگ. و وقتی که انسان تشخیص بده که من واقعا به اون صورت ارزشی ندارم و مثل یک فقیر استادم طلب یه تیکه نون میکنم و یک هدیه رایگان از جانب خداوند میخوام، نه که من مستحق اینا هستم، اون موقع خداوند هر چیزی رو بخواد بهش میده. پس اتیتود، رفتار انسان توی تفیلا خیلی مهمه، تواضع و فروتنی. نوشته شده جای دیگه هر چقدر انسان تفیلاش رو با تواضع بیشتر بخونه تفیلاش بالاتر میده، ولی اگر خدای نکرده با گستاخی و نمیدونم یکم غرور و تکبر بخونه اون تفیلا بالا نمیره. پس فقط این نیست که ما توی تفیلا دعا کلمات جاری میکنیم، بلکه چگونه اونها رو جاری میکنیم، با چه طرز فکری، با چه طرز احساسی، آیا از ته قلب میاد، آیا با صدای گریه میاد، آیا حالت التماس داره، این مورد قبول هشم قرار میگیره. وگرنه همه دارن صبح تا شب تفیلا هم میخونن. میگه خداوند چه کار میکنه؟ میشنوه تفیلای ما و تخنونیم و التماسی که ما باشن میکنیم. تخنون اشاره میکنه به متنت خینام، یعنی وقتی که خداوند به ما یک هدیه میده ولی بدونه که ما حتی مستحقش هم باشیم. و میگه آدمای صدیق اینو به کار میبرن که وقتی از هشم چیزی میخوان، نه به خاطر که من آدم درستیم، صدیقم، درست کنم اینو به من بده، نه، بلکه به صورت افتخاری یه هدیه اینو رایگان خداوند به ما بده. البته یکی از مفسرین گورعریه توضیح میده که آدمای صدیق که این لغت تخنون رو استفاده میکنن برای خودشون هست که میگن تخنون، دارن تفیلا میکنن و لغت التماس رو به کار میبرن، ولی وقتی برای بقیه جامعه، یه نفر تو درد، ناراحتی، بیمار، موضوع مختلف جامعه رو در بر گرفته، اون موقع لغت تفیلا رو به کار میبرن، برای که همه جماعت they deserve، مستحقن که هشم بهشون کمک بکنه. برای خودشون نمیان تفیلا بخونن و همه چی رو قبول میکنن، حتی خیلی مثلا ربل و باویچ برای همه تفیلا میخون بچه دار بشن، ولی خودش مثلا بچه نداشت، قبول میکنن، ولی برای دیگران حتی جونشون هم فدا میکنن و میگن حقشون اینا، این ملت باید بچه دار بشن، باید پرنسا داشته باشن، باید این اونو داشته باشن،
این فرق تفیلا و تخنونه. برای خودشون لغت التماس، ولی برای دیگران تفیلا میخونن، که با وجود که من حقم نیست ولی دیگران حقشون هست. که انسان حواسی باش به جماعت، اگر خدای نکرد یه نفر بلایی سرش اومد، نگه آه به خاطر اینکه کاشر نخوردی، به خاطر اینکه نمیدونم شبات نگه نداشتی. نه، اگر یه نفر در سختی و ناراحتیه، ما باید باهاش احساس همدردی کنیم، باهاش باشیم، قضاوت نکنیم. ولی اگر خود انسان خدای نکرده یه اتفاقی کوچیک هرچی افتاد، اون موقع لفشش به معصاب اعمالش رو جستجو کنه، چرا این بلا سر من اومده، شاید من یه جا کمکاری داشتم. ولی در مورد دیگران باید تفیلا بکنه که خداوند این مشکل رو براشون حل بکنه. برای خود انسان هم تفیلا بکنه که مشکل حل کنه، ولی اول میگرده ببینه چرا این مسائل سر من اومده. و میگیم از حضورت پادشاه ما رقام التشی بنو، ما را دست خالی بر نگردان. میگه بعضیا توی شوخ آرو خلاخا میاره که دستاشون رو باز میکنن، مانند یک فقیری که داره التماس میکنه تیک نونی، و این کلمات رو با دستای باز میخونن، که میگه ما رو هم قبلا گفته نادیده نگیر، در رو ما نبند، دست خالی ما رو برنگردون. باید انسان تصور کنه، احساس کنه که مانند یک فقیری هست دردمند، که رفته تیکه نونی یا چیزی درخواست بکنه. کی اتا شما یا تفیلت کلته، میگه تو خداوند شنونده تفیلای هر دهانی هستی. اولا که شنونده بودن خودش یک هنره، همه ما میتونیم صحبت کنیم، ولی هنر شنوندگی، یعنی که انسان گوش کنه به حرفی نفر، فوق العاده عظیمه. همونجور که توی تورا میخونیم، وقتی اسرائیل ما توی مصر بودیم، 210 سال سختی، بدبختی، هولوکاست، بچه ها رو تو دریا مینداختن، کار سخت به اینها میدادن، کمرشکن، خوردشون میکردن، چه سایکولوژی چه فیزیکی. میگه تورا هشم بگم انی شامعتی اتنقل بنیسته، میگه من هم شنیدم آه و ناله فرزندان اسرائیل. میگن چرا؟ میگه من هم شنیدم. خب من شنیدم. من هم I also. میگه چون اسرائیل ها صدای درد و رنج همدیگر تو این بدبختی ها شنیدن، شنونده خوبی بودن، حالا من هم شنونده خوبی برای اونها خواهم بود. توقع نداشته باشیم که اگر ما شنونده برای درد و رنج دیگران نیستیم، خداوندم گوش کنه به صدای ما. میگیم شمع قلن و بشن و چیزی را تو شمه یا تفیل، همش داریم تکرار میکنیم، شمه یا تاکید میکنیم، گوش میکنی. اگر ما گوش نمیکنیم، نمیشنویم درد و رنج دیگران، چه توقعی داریم که خداوند بخواد تفیلای ما رو بشنوه؟ این یه نکته. و بعضی وقتا نوشته شده حتشه میگه حتی قبل از این که منو صدا بزنید، من حاجت شما رو برآورده میکنم. در این موقع انسان یه چک از یه نفر میخواد تو بیزینس، طرف خودش حتی قبل از که زنگ بزنه دو دستی آورده در خونش، یه موقع هم باید اینقدر التماس کنه به این بسپار به اون رسا، یک سال میدوه تا این چک گیرش بیاد. اگر ما هم احتیاجات دیگران رو حتی قبل از اینکه صدای گریهشون در بیاد، حتی قبل از اینکه سفره دلشون رو باز کنن، از صداشون، از صورتشون دردشون رو بفهمیم، اون موقع هم باید توقع داشته باشیم که خداوندم به همچین انسانهایی حتی قبل از اینکه تقاضا کنن درخواستاشون رو عطا بکنه. میدا که نگت میدا، هر دستی به همون دست میگیری، هشم سیله خوا، خداوند سایه توه، سایه هر جا بری باهات میاد، بری راست بری چپ. اگر با خلق خدا اینگونه رفتار کنیم، اون موقع هم خداوند با انسان اینگونه رفتار میکنه. میگه خداوند میشنوه تفیلای هر دهانی را، میگه هشم میشنوه تمام تفیلاها را، حتی اگر کلمات فقط دهانی هم، یعنی از قلبم بیرون نیومدن. صد البته اگر از قلب بیان بیرون، اشاره به این میکنه که وقتی که انسان تفیلا میخونه، اومدیم یه موقع کوانا نداشت، یه موقع نیت نبست، قلبی نبود، ولی وسط تفیلا یا بعد از تفیلا احساس ندامت، پشیمونی میکنه، چرا من این گونه خوندم، من میخواستم با خدا راز و نیاز کنم، یا یه خطش رو درست کن، هشم قبول میکنه.
ولی اگر اصلا از بیخ عرب اصلا هیچ حالیش نیست، تفیلا میخونه و میره و اصلا انگار نه انگار ککش هم نمیگذه که مثلا چرا من بدون کبانو خوندم، چرا از قلبم همه چی بیرون نیمد، اون موقع هست که مقدار مسئله سازه. بنابراین بازم بستگی به رفتار انسان داره. یه موقع تفیلا رو میخونه، درست نمیخونه، ولی ته دلش ناراحته. این خیلی مهمه. میگه تفیلایی که ما میخونیم باید از قلب باشه، ولی خب بعضی وقتا قلب انسان ممکنه مثل سنگ شده باشه. همونجور که نوابی میفهمد، میگه زمانی که ماشیخ میاد میگه قلب سنگی رو من از وجود شما دور میکنم. ما فکر میکنیم الان آدم های خیلی خوبی هستیم، کمک میکنیم، قلب رعوف و مهربان داریم، ولی این قلب رعوف و مهربان هنوز جا داره که سنسیتیو تر، حساس تر باشه. برای این هر از گاهی، نه همیشه، هر از گاهی، حالا ما یه بار یه موقع انسان باید بشینه برای خودش پشپون هنوش حساب کتاب بکنه، اشتباهاتی که کرده، وجود خودش رو بشکنه، که جای دیگه در این نوع مدیتیشن ها صحبت میکنه. وقتی قلب درون خودش رو شکست، که البته منفی نیست، یه چیز مثبت تلخکامیه، نه افسردگی و دیپریشن و غم زدگی که مثل سنگیشه، نه، اون موقع باعث میشه که قلبش باز بشه. قسمت آخر میفهمه چیه؟ بارو خطا هشم شمه تفیلا. میگه خداوند چی هستی؟ برکت میکنیم خداوند رو. میگه منشه همه برخات هستی، شنونده تفیلا ها. چرا؟ خیلی قشنگ، تو یک کنیسا ممکنه 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر یا همه دنیا هزاران نفر دارن به سوی خدا تفیلا میکنن. انسان نمیتونه به 10 نفر که صحبت میکنن همزمان گوش کنه. خیلی شاکار کنه یه نفر که صحبت میکنه حرفش گوش کنه، ولی خداوند اینقدر توجه داره، با هر کسی دونه بدونه تمرکزش رو میذاره، هشکاخا پراتی نظارت الهی رو جز به جز انسان ها داره، که میلیون ها نفر هم همزمان با هم تفیلا بخونن، خداوند دونه بدونه اونها رو یکی به یک داره گوش میکنه. واو، به غیر از که جمعی دارن گوش میکنه، چیزی که ما کجا خدا کجا، ما این توانایی رو نداریم، ولی خداوند شمه یه تفیلا، خداوند اینو میتونه انجام بده. و نهایتا اینم توضیح میده خیلی قشنگ که قسمت آخر، که همیشه خداوند تفیلای انسان رو گوش میکنه، جوابم میده. برعکس بعضی که فکر میکنن یه موقع خداوند جواب میده، یه موقع جواب نمیده، البته تفسیرهای قشنگ هم هست، یه موقع همون که خداوند جواب نمیده اون خودش جوابه، چون هر چیز ممکن خوب برای انسان نباشه، ولی راب بزرگی به اسم استیپل و اون توضیح میده، میگه همچین چیزی نیست که تفیلایی که صمیمانه باشه، با گفتیم عشق باشه، با قلب رعوف نرم مهربان باشه، هیچ وقت دست خالی از جانب خداوند بر نمیگرده و حتما جواب داده میشه اون درخواستی که ما داریم. خب خیلی وقت انسان تفیلا میکنه ولی جوابی نمیگیره. میگه نه، ممکنه امروز جواب نگیری ولی فردا میگیری، فردا نگیری هفته دیگه، هفته دیگه نه، ماه بعد، ماه نه، سال بعد، 10 سال، 100 سال، نه گیر بچه های ما، نه نوه های ما، نه نسل آینده، ولی نهایتا تفیله ها هیچ کدومشون دست خالی بر نمیگردن. یه موقع مثلا میبینیم یه نفر ممکنه اصلا آدم به اون صورت خوبی هم نباشه، ولی ثروتمنده، باروخ هاشم موفقه، ممکن تفیلای مادر، تفیلای مادر بزرگ بوده، از خودی که اونا داشتن. ما زنجیروار به هم متصلیم، بنابراین همونجور که دیگران کاشتن و ما میخوریم، ما هم میکاریم دیگران میخورن، هم خودمون استفاده میکنیم و هم دیگران. بنابراین تفیلا هیچ وقت انسان نباید ناامید بشه، مطمئن باشه که خداوند جوابش رو میده، اون چی که صلاحش هست انجام میده. ممکنه الان نباشه، ما همه چیز رو سریع آنی میخواییم، ولی خداوند یک نظر دیگه داره. امیدوارم که خداوند تفیلا همه رو قبول کنه، از این تفیلای مرکزی که هر روز 3 بار میخونیم شما قولنو استفاده کامل کنید، همون چی گفتیم وسطش، هر کس هر درخواستی داره میتونه به هر زبونی، فارسی، عبری، انگلیسی، حتی گفتیم مکانیک، دکتر میخواد بره، هر چیزی باید با خدا صحبت کنه. تفیلا
یعنی من با خدا صحبت میکنم، تورا یعنی پدر داره با فرزند صحبت میکنه، از این موقعیتی که به ما داده شده نهایت استفاده رو ببینیم. روز خوب و پر برکت برای همه.